خداوند بخشنده مهربان، شاگردای عزیز و همراهان خوب برنامه دریچه دانایی، سلام. وقتتان بخیر. با هفتمین جلسه از مضمون بیولوژی صنف هفتم مهمان خانه های شما هستیم. در ابتدا با یکدیگر به ارزیابی درس گذشته بپردازیم. خب شاگردای خوب عزیز، انشاءالله که درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید. ابتدا با یکدیگر بریم و درس گذشته را یک ارزیابی بکنیم. سوال اول، شاگردای خوب دقت داشته باشید. عملیه‌ای که طی آن انرژی موجود در گلوکوز آزاد میشه چه نام داره؟ ما در جلسات گذشته دو تا عملیه بسیار مهم حجرات، مخصوصا در حجرات نباتی و حیوانی مطالعه کردیم. یکی عملیه فتوسنتز و یکی دیگر عملیه تنفس حجروی بود. حالا در این سوال از ما و شما خواسته او عملیه ای را که انرژی موجود در گلوکوز آزاد میشه را نام ببریم. آفرین به شما که این سوال به درستی جواب دادید. عملیه تنفس حجروی هست که انرژی موجود در گلوکوز آزاد میکنه. سوال دوم، محل انجام تنفس حجروی کجاست؟ تنفس حجروی در یک ارگانول خاصی به نام چی بود؟ بله بچه های خوب، به نام میتوکندریا انجام می شد. سوال سوم، تفاوت میان تنفس حجروی و فتوسنتز در چیست؟ جلسات گذشته ما در دو جلسه گذشته ایره به طور مفصل با یکدیگر خواندیم که این دو تا عملیه بسیار مهم و حیاتی در موجودات زنده برعکس یکدیگر است. در فتوسنتز گلوکوز تولید میشه و در تنفس حجروی گلوکوز انرژی موجود در آن آزاد میشه. سوال چهارم، مواد اولیه و محصولات در تنفس حجروی چیست؟ اگر عملیه حجروی را به خاطر داشته باشید، مواد اولیه و محصولات تنفس حجروی دقیقاً کاملا برعکس محصولات و مواد اولیه در فتوسنتز هسته. حالا در سوال از ما مواد اولیه و محصولات تنفس حجروی را خوانده. در تنفس حجروی مواد اولیه ما و شما گلوکوز و اکسیژن بود و محصولاتش یک انرژی آزاد می شد، دو کربن دای اکساید آزاد می شد و سه آب هم تولید می شد. خب آفرین به شما شاگردای خوب که این سوالا را به این راحتی و به این خوبی پاسخ دادید. خب شاگردای خوب و عزیز ما، امروز ما و شما یک فصل جدیدی را از مضمون بیولوژی صنف هفت آغاز میکنیم. یک فصل بسیار بسیار مهم هست. تمام نکات از این فصل پایه و اساس مضمون بیولوژی شما تا صنف 12 خواهد بود. انشاءالله که امروز خوب حواس خود را جمع کنین و دقت کافی را داشته باشید و هر جایی از درس که نکات مهمی را ما اشاره کردیم اونجا را یادداشت کنید و اگر یک زمانی باز هم سوالی برای شما پیش آمد، انشاءالله از طریق شماره واتساب 20-964-780-255 و 40-13 انشاءالله از ما سوال کنید. خب شاگردای خوب و عزیز ما، خوب دقت داشته باشید. یادتون هست شاگردا، من گفتم که حجره به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده است.
امروز ما و شما یک ویژگی دیگر و بسیار مهم حجره را میخوانیم و او را به خاطر میسپاریم که او را هرگز یادمان نره که بسیار بسیار هم در علم بیولوژی اهمیت دارد. حجرات واحد تکثری هم محسوب میشن. یعنی حجرات ما با تکثیر شدن خودشان، با تقسیم شدن خودشان، یک موجود زنده دیگر را نیز به وجود میارن. خب اما ما چه ضرورتی به تکثر حجروی داریم؟ یک حجره چه نیازی هست که تقسیم بشه یا به عبارتی تکثیر بشه؟ هر حجره‌ای در بدن ما و شما از حجره ما قبل خودش به وجود آمده. پیدایش موجودات زنده، چه نباتات باشه و چه حیوانات باشه، از حجره اولیه که همو زایگوت یا تخم نام داره به وجود می آید. یعنی همو زایگوت یا تخم تکثیر پیدا میکنه و زیاد میشه و یک موجود زنده را به وجود میاره. حجره اولیه یعنی او حجره‌ای که هنوز تقسیم نشده، حجره مادری نام داره و حجره ای را، یعنی حجره یا بهتره بگیم حجره ها و حجره های دختری که به وجود میاد، حجره هایی که حاصل از تقسیم هسته، حجره دختری نام داره. ما همینجا یک موضوع رو بگیم که شاگردای عزیز دقت کنید، این حجره اولیه که حجره مادری، پس شاگردای خوب دقت داشته باشید که حجره اولیه که حجره مادری نام داره به جنسیت موجود زنده ارتباطی نداره. این حجره اولیه چه در بدن افراد مذکر و چه در بدن افراد مؤنث باشه حجره مادری نام داره و حجرات حاصل از تقسیم حجره مادری هم حجرات دختری نام دارد، ارتباطی به جنسیت نداره. موضوع مهم دیگر اینه که بر اثر تکثر حجروی زخم‌ها التیام پیدا می‌کنه، بهبود پیدا می‌کنه، خوب میشه. این برای ما و شما شاید جالب خواهد بود که بدانیم اگر یک جایی از بدن ما و شما دچار زخم و آسیب بشه، او حجرات آسیب دیده باید جای خود به حجرات جدید و سالم بده و این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه او حجرات سالم تقسیم بشه و کمبود حجرات جدید بگیره. او حجرات آسیب دیده باید از بدن جدا شوه، خارج شوه و حجرات قبلی که سالم بود جای حجره جدید با تقسیم شدن خودشان بگیره. تکثر حجروی سبب دوام نسل ها هم میشه. تمام موجودات زنده در عالم، چه حیوانات و چه نباتات، از موجودات مشابه خودشان به وجود آمده. یعنی ما و شما انتظار نداریم یک نبات یک موجود زنده را یک به صورت یک حیوان پیدا به وجود بیاره و یا حیوانات حتی شامل انسان‌ها از نباتات به وجود بیاید. این هرگز در علم بیولوژی امکان پذیر نیست. پس هر موجودی، نبات از نبات، حیوان از حیوان، انسان از انسان، پرنده از پرنده، همه اینها در نتیجه تکثر حجروی هست که این حجرات موجودات مشابه خود به وجود میاره. خب حالا ما و شما در این فصل با این انواع تکثر حجروی باید آشنا شوید. یک نوع بسیار ساده ای از تکثر حجروی را در درسات و درس‌های گذشته ما به اونا اشاره کردیم. تقسیم مستقیم یا آمیتوسیس. خب در ابتدا تقسیم مستقیم یا آمیتوسیس با یکدیگر می‌خوانیم. این تقسیم آمیتوسیس بسیار سرعت تقسیم یا سرعت تکثیر بالایی داره. در موجودات تک حجروی و ساده که ما تا به امروز دو موجود تک حجروی و ساده را زیاد در درس‌های گذشته نامش شنیدیم و خواندیم. یکی آمیب بود و یکی باکتریا بود. این دو جاندار تک حجروی از راه تقسیم آمیتوسیس تقسیم میشه. این تقسیم سرعت تقسیمش هر 20 دقیقه هست. خب همینطور که در مانیتور هم شما میبینید، یعنی یک باکتری اولیه ابتدا از نظر اندازه رشد میکنه و دو برابر میشه و سپس در وسط این حجره یک شکافی به وجود میآید و در پایان تقسیم ما از یک باکتری دو باکتری را داریم. این ساده ترین نوع تقسیم یا تکثیر حجروی هست. اما ما و شما امروز یک تقسیم پیچیده تر دیگری را یاد میگیریم که این تقسیم در بدن
حیوانات و نباتات اتفاق میفته در بدن جانداران چندین حجروی، چه نبات باشه و چی حیوان باشه. خب این تقسیمات غیر مستقیم ما دو نوع هسته که یکیش در جلسه امروز انشالله با یک دیگر میخوانیم و یکی دیگر در جلسه هشتم انشالله با یک دیگر یاد میگیریم. تقسیم غیر مستقیم یا میتوسیس امروز میخوانیم. شاگردای خوب، وقتی متن کتاب بخوانید میبینید که این تقسیم هم به نام میتوسیس در کتاب شما نوشته شده، هم به نام میتوسیس و حتی در بعضی از کتاب‌های علمی به تنهایی به نام میتوز میخوانید. همه اینها به یک چیز هستند. پس ما و شما در ابتدا تقسیم میتوسیس با یکدیگر یاد میگیریم. خب از اونجایی که این تقسیم بسیار مهم هست، ابتدا نکات مهم میشه در مانیتور برای شما میگم و بعد در پای تخته برای شما به طور کامل تشریح میکنیم. تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم میتوسیس، در تصویر مانیتور هم شما این را میبینین که ابتدا یک حجره را ما داریم. این حجره ما و شما میبینیم ساختار هندسی مشخص نداره، پس ما و شما این را یک حجره حیوانی در نظر میگیریم. هسته از این حجره را بسیار بزرگتر میکشیم. انشاءالله در سالهای بعد میخوانیم که در هنگامی که یک حجره میخواد تکثیر پیدا بکنه، این هسته واضحتر و مشخصتر میشه و تا حدودی رشد میکنه. این حجره اولیه ما و شما در طی یک سری مراحل تقسیم، هسته از او ابتدا دو قسمت میشه، سپس سایتوپلاسم هم یک فرورفتگی را پیدا میکنه و در پایان تقسیم ما از یک حجره اولیه که از این به بعد به او حجره مادری میگیم، دو حجره دختری را در پایان تقسیم داریم. حالا در تصویر کنار میبینین که تجمع زیادی از حجرات هست. این به ما و شما میگه که هر کدام از این حجره های دختری وقتی که رشد کرد و به حد کافی بزرگ شد تبدیل به حجره مادری میشه، خود از او حجره شروع میکنه به تکثیر شدن. او حجره هم حجره های دختری جدید به وجود میاره، طوری که این تقسیم همینطور ادامه پیدا میکنه و یک توده ای از حجرات به وجود میاره که مربوط به هر کدام از انساج بدن ما و شما باشه، در اونجا قرار میگیره و فعالیت یا وظیفه مشخص خود انجام میده. خب این تقسیمات در حجرات جسمی هسته، اما نکات مهمی در این تقسیمات وجود داره که ما و شما این نکات مهمه در پای تخته با یک دیگر میخونیم و یاد میگیریم. انواع تقسیم غیر مستقیم. پس گفتیم ما دو نوع تقسیم غیر مستقیم داریم. یکی تقسیم میتوسیس و یکی تقسیم میوسیس. خب نام اینا رو شاگردای خوب باید خوب به خاطر بسپاریم. تقسیم میتوسیس و تقسیم میوسیس. امروز در رابطه با میتوسیس صحبت میکنیم. ما و شما در ساختار بدن خودمان وقتی که رشد میکنیم و بزرگ میشیم، تمام سیستم های بدن ما و شما بزرگ میشه. همینطور شما در نظر بگیرید یک کودک یک ساله ای را که شما او را یک مدتی نبینید، یک سال یا دو سال بعد وقتی که او را یک دفعه میبینید، این تغییر شما به خوبی و به وضوح متوجه میشین که تمام بدن از او رشد کرده. دست، پا، صورت، از داخل هم سیستم های مختلف بدن، سیستم تنفسی، سیستم هاضمه، سیستم گردش خون، سیستم اطراحیه، تمام سیستم های بدن رشد میکنه. تک تک حجرات بدن باید تکثیر پیدا کنه، از نوع تقسیم میتوسیس رشد کنه، حجرات نظیر خود به وجود بیاره تا یک موجود زنده مانند کودک یک انسان مراحل رشد نمو خود طی کنه. این یک حجره از بدن ما و شما هستم. یک چیز دیگر هم شاگردای خوب همین جی به خاطر داشته باشید که تقسیم میتوسیس مخصوص حجرات جسمی هست. حجرات جسمی. اما تقسیم میوسیس
مربوط به حجرات جنسی هستش. ما و شما امروز در رابطه با حجرات جسمی صحبت میکنیم. تمام حجرات بدن ما و شما، هر حجره ای که شما اگر از جلد یا پوست بردارید، از عضله یا ماهیچه بگیرید، از استخوان بگیرید، از احشای شکم بگیرید، از هر جایی که بگیرید، در داخل هسته خودش 46 عدد کروموزوم داره. چی داره؟ 46 عدد کروموزوم داره. اما این کروموزوم چی هسته؟ این کروموزوم همو ماده وراثتی هسته. این نکته بسیار جالب است شاگردای خوب من، دقت کنید که تنها چیزی که از پدر و مادر، یعنی از والدین به ما و شما به ارث میرسه، همین ماده وراثتی هست. در بدن یک موجود زنده مواد مغلق داریم، مواد ساده داریم، آب داریم، گلوکوز داریم، پروتئین داریم، شحم داریم، اما فقط و فقط ماده وراثتی هست که از والدین ما و ما به ارث میرسه. حالا این 46 عدد کروموزومی که ما و شما داریم، بسیار جالب است که بدانید این کروموزوم ها دو تا شبیه هم هستن. حتی ما ای را اینطوری هم میتونیم بنویسیم که در داخل هسته هر حجره بدن ما 23 جفت کروموزوم داریم. پس چی؟ 23 جفت. چی من بگم 46 عدد، چی بگم 23 جفت، که بازم همو 46 عدد میشه. خب نکته جالب تری دیگهش این هسته که تمام حجرات بدن ما و شما این 23 جفت کروموزوم از او به چه صورت هست؟ حالا من برای شما از این به بعد ایره به این صورت میکشم. این حجره هست، در داخل هسته ما 22 جفت یا 44 عدد کروموزوم جسمی داریم، کروموزوم جسمی، و یک جفت یا دو عدد کروموزوم جنسی داریم، کروموزوم جنسی داریم. خب شاگردا خوب دقت کنید، پس در تمام حجرات بدن ما از سر تا سر بدن 22 جفت یا 44 عدد ای 46 کروموزوم جسمیه، یعنی ویژگی ها و خصوصیات جسم ما و شما را می سازه، و یک جفت از این کروموزوم یا دو عدد از این کروموزوم جنسیت تعیین می کنه. این 22 جفت یعنی این کروموزوم های جسمی در زن و مرد مشابه هستن، هیچ فرقی نداره، 44 تاش جسمیه. اما این یک جفت اگر XX باشه این زن خواهد بود، و اگر ایکس وای باشه این موجود از نظر جنسیت مرد خواهد بود. پس ما و شما یاد گرفتیم زن بودن و مرد بودن یا مذکر و مؤنث بودن بستگی به همین یک جفت کروموزوم جنسی داره. این یک جفت کروموزوم جنسی در زنان مشابه یک دیگره، هر دو را به نام ایکس ایکس یاد میشه، و در مردها ایکس وای هسته، یعنی دوتایی کروموزوم ها یکسان نیست، با یکدیگر فرق داره. تمام حجرات بدن، از هر جایی از بدن که شما فکر کنید ما به طور نمونه برداریم، 44 جفت کروموزوم، 44 عدد کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم جنسی داره. او یک جفت کروموزوم جنسی باز برای خودش دنیای بسیار پیچیده ای داره که انشالله آهسته آهسته در سالهای بعد میخوانیم. اما ما و شما امروز میخوایم تقسیم میتوسیس رو بخوانیم. پس این یک حجره جسمی ما هسته که 46 عدد کروموزوم داره. این مراحل تقسیم میتوسیس رو طی میکنه و در پایان دو تا حجره دختری به وجود میاید. این حجره اول گفتیم حجره مادری نام داره. این حجره های حاصل حجره دختری نام داره. یک حجره دختری در بالا و یک حجره دختری در پایین با تعداد 46 عدد کروموزوم. حالا شاگردایی که درس خوب و با دقت گوش کردن میگن مگه همچین چیزی ممکنه؟ حجره مادری 46 تا کروموزوم داره، چطوری میتونه دو تا حجره دختری به وجود بیاره که اونا هم 46 تایی باشه؟ میگیم بله، این هم کروموزوم های ما و شما
در یک مرحله از تقسیم ابتدا دو برابر میشه، بعد این دوتا رو به وجود میاره. اگه دو برابر نشه، ای 46 تا میشه 23، ای 46 تا نصفش ده یک حجره میره، نصف ده یک حجره. ما به شما گفتم تقسیم میتوسیس دوام نسل ها هست. اگر در تقسیم میتوسیس تعداد کروموزوم ها ابتدا دو برابر نمیشد، به ما و شما کروموزومی نمیرسید. از اجداد ما، والد اجداد اجداد ما، خب بالاخره اول 46 تا بوده، اگر او دو برابر نمیشد در حجره 23 تا میرسید. باز همو حجره وقتی میخواست تقسیم بشه او 23 تا را تقسیم میکرد، میشد 11.5. یک نکته جالب دیگر هم من برای شما بگم بچه، تمام موجودات زنده در عالم بیولوژی تعداد کروموزوم های از اونا اگر جفت باشه، اونها توانایی ازی رو داره که زاده های جدید به وجود بیارن. اما اگر تعداد کروموزوم های از اونا تاق باشه، عدد کروموزوم هایشان تاق باشه، زاده ای را قادر نیست به وجود بیاره. دیگه وارد زیاد جزئیات نمیشیم چون خیلی مطمئنم از این مباحث بسیار لذت میبرید، اما لازمه از اینه که شما یک کم از بیولوژی بیشتر بدانید. پس تقسیم میتوسیس ما و شما امروز به ما این را میخواد بده که از یک حجره مادری با 46 عدد کروموزوم در هر جایی از بدن دو حجره دختری به وجود میآید با 46 عدد کروموزوم. ما و شما این مراحل امروز میخواهیم بخوانیم که تقسیم میتوسیس شامل چه مراحلی خواهد. خب شاگردای خوب ما، ما برای از این که مراحل تقسیم به درستی بخوانیم با دو تا بخش دیگه در داخل حجره باید خوب آشنا شویم که این دو تا حجره، این دو تا بخش، یا به عبارتی بگیم ارگانول یا اندامک یا جزء، سه تا نام داره، هر کدام شما بگید درسته. ارگانول، اندامک و جزء، این دو تا جزء باید خوب بشناسیم تا بتوانیم مراحل تقسیم میتوسیس به خوبی درک کنیم. خب شاگردای خوب ما، این دوتا ارگانول یا این دوتا اجزایی را که در داخل حجره ما بسیار در تقسیم های مختلف میتوسیس و میوسیس با اونا سر و کار داریم، با یکدیگر بیشتر آشنا میشیم. اولی به نام سنتروزوم یا سنتریول هسته. سنتروزوم نام علمی این ارگانول هسته و این سنتروزوم در تمام زبانها و در تمام کشورها و در تمام کتابها ثابت هست. سانتریول ها بیشتر در کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده قید شده است. خب این سنتروزوم ها دو تا جسم استوانه ای یا لوله مانند توخالی هست که به صورت عمود بر روی یکدیگر قرار می گیرند. شما در ریاضی عمود بودن خوب می دانید که وقتی که مثلا یک جسمی به جسم دیگه عمود روی هم قرار می گیره، یعنی کاملا صاف زاویه 90 درجه را بین از اونا داریم. خب این دوتا جسم استوانه‌ای عمود بر هم مانند یک لوله توخالی هسته که در تصویر این لوله ها را ما و شما به این صورت می‌بینیم. این به نام سنتروزوم هسته. ارگانول یا جزء دیگه که خیلی مهم هسته کروموزومه که مد پای تخته برای شما تشریح کردم. این کروموزوم جنس ازی همونطور که در تصویر می‌بینیم یک رشته هایی هسته، رشته های دراز و در هم پیچیده یه. این رشته ها در حالت عادی کروماتین نام داره و زمان تقسیم یا تکثیر حجره کوتاه میشه، ضخیم میشه، کروموزوم نام داره. پس ببینین شاگرد ها دقت کنید، جنس کروموزوم و کروماتین هر دو از رشته هایی به نام دی ان ای هست، اما اگر در زمان تکثیر حجره باشه این رشته دی ان ای کوتاه زخیم میشه، کروموزوم نام داره، اما در زمان غیر از تقسیم این رشته ها همینطور دراز و در هم پیچیده یه، او زمان دیگه ما اینها را کروماتین میخوانیم. پس این سه تا کلمه بسیار به یکدیگر ارتباط هسته، در ارتباطه. کروموزوم در زمان تکثیر حجره هست، کروماتین در زمان غیر از تکثیر، چون انشالله سالهای بعد میخوانیم بعضی از حجرات دائما در حال تقسیمن، بعضی از حجرات مثلا مانند کرویات سرخ خون ما و شما هر 120 روز تکثیر میشن، بعضی حجرات هم مانند حجرات مغز و قسمت‌های مختلف حرام مغز یا همون نخاع ما و شما در ابتدای پیدایش موجودات که رشد کردن دیگه ثابت هستن، اونا دیگه تقسیم نمیشن، پس اونا به صورت کروماتین هستن که این ماده وراثتی ما، همون کروماتین یا کروموزوم ما، هر دوی از اینا جنس اونها از
رشته های به نام DNA هسته که انشاءالله در سالهای بعد با DNA به طور مفصل آشنا میشیم. اما این DNA وقتی میخواه کوتاه بشه و به کروموزوم تبدیل بشه باید دور یک پروتئین های پیچ بخوره که این پروتئین ها سالهای بعد میخونید به نام هیستون هستش. خب مراحل تقسیم حجروی چه در میتوسیس باشه و چه در میوسیس باشه در ابتدا باید او ماده وراثتی یا کروموزوم هاش دو برابر بشه. گفتیم اگر دو برابر نشه نسل ها دوام پیدا نمی کنه. اگر اینها دو برابر نشه عدد کروموزومی یا به عبارتی تعداد کروموزوم ها از نسلی به نسل دیگر رو به کاهش خواهد بود. اما ما و شما می بینیم که نسل ها گذشته میلیارد انسان ها آمدن و از زمان حضرت آدم تا به امروز تمام انسان ها در تمام حجرات بدن 46 عدد کروموزوم داره. این راز از این حفظ از این 46 کروموزوم بودن و 46 کروموزوم دیگر را به وجود آوردن در همون دو برابر شدنه که حالا ما در مراحل تقسیم میخوانیم در کدام مرحله این اتفاق رخ میده. من تصویر دیاگرامی از عمر حجره را برای شما آوردم، یعنی مراحلی را که یک حجره در عمر خودش طی میکنه را میبینیم. خب شما قبل از اینکه این رو بگیم تصور کنید اگه انسان مراحل نوزادی داره، مراحل کودکی داره، مراحل نوجوانی داره، جوانی داره، میانسالی، کهنسالی یا پیری را داره. یک حجره هم در زمان عمر خودش چی 120 روز باشه، چی یک روز باشه، چی چندین سال باشه، یک سری مراحل را طی میکنه. خب ما در عمر حجره یک مرحله ای را میخوانیم به نام مرحله اینترفاز یا استراحت. این اینترفاز در تقسیم میتوسیس و میوسیس مشابه یک دیگه هست، یعنی اینا مقدمه شروع تقسیم میتوسیس و میوسیس هست. قبل از این که ما وارد میتوسیس و میوسیس بشیم ما مرحله استراحت یا مرحله اینترفاز داریم. خب بعد از مرحله اینترفاز مرحله تقسیم هسته هسته که در حجرات جسمی میتوسیس و در حجرات جنسی میوسیس نام داره و در مرحله سوم هم بالاخره بعد از اینکه هسته تقسیم شد سایتوپلازم هم تقسیم میشه، غشا تقسیم میشه و دو حجره از یکدیگر جدا میشن. این به صورت دیاگرام هم نشان دادیم. مرحله اینترفاز خود از او شامل سه مرحله، مرحله G1، مرحله S و مرحله G2 که انشاءالله وقایع این مراحل در سالهای بعد میخوانید. همینقدر امسال یاد بگیرید که در این سه مرحله که خودش مرحله اینترفاز یا استراحت هسته همو کروموزوم ها یا ماده وراثتی ما و شما دو برابر میشه. بعد وارد تقسیم هسته میشیم. اما در مراحل تقسیم میتوسیس یا تقسیم هسته 4 مرحله بسیار بسیار مهمه داریم. مرحله اول پروفاز، مرحله دوم میتافاز، مرحله سوم آنافاز و مرحله چهارم تیلوفاز. اما چه کنیم که ما این مراحل فراموش نکنیم؟ مراحل تقسیم میتوسیس و میوسیس هر دوتا مشابه یکدیگر، نام مراحل یکیه اما وقایع متفاوته. خب این مراحل باید شما به ترتیب یاد بگیرید. این فراموش نکنین که اگر این مراحل نامش به ترتیب یاد نگیرین حتما یک سوال کنکور از دست خواهید داد. حالا ما برای شما یک راه حل خوب یاد میدم که دیگه هیچ وقت این مراحل تقسیم میتوسیس یا میوسیس با یکدیگر اشتباه نکنید. خب شاگردای خوب دقت کنید، مراحل تقسیم میتوسیس. مرحله اول بود پروفاز، مرحله دوم بود میتافاز، مرحله سوم بود آنافاز و مرحله چهارم تیلوفاز. اما چی کنیم که اینا رو فراموش نکنیم؟ حروف اول هر کدام از اینا رو من دورش حلقه میکنم و اینا رو در کنار یک دیگر گذاشته و کلمه رمز پومات هم می سازم. پس حروف اول حلقه کردیم، در کنار یک دیگر گذاشتیم، کلمه رمزی پومات ساخته شد. پی اینجا پروفاز، میم از او میتافاز، الف از او آنافاز و تی هم تیلوفاز هست. کلمه پومات
یاد بگیرید دیگه مراحل تقسیم فراموش نمی کنید. پروفاز، میتافاز، آنافاز و تیلوفاز. اما وقایع این مراحل چی هستن؟ در هر مرحله چه اتفاقاتی رخ میده؟ خب حالا ما و شما شاگردای عزیز بخوانیم ببینیم در هر مرحله در تقسیم میتوسیس چه اتفاقاتی میفته و این مراحل چگونه رخ میده. اول از همه ای را یک نگاهی بندازیم. خوب دقت کنید، در تقسیم میتوسیس یک حجره مادری، در اینجا در تصویر در مانیتور برای شما مشخص کردیم، یک حجره مادری هسته که این اول به صورت یک رشته دراز هسته که ما ای را میخوانیم که این کروموزوم هسته. اینا دو برابر میشن، اینا دو تا بازو پیدا میکنن که به هر بازوی از اونا یک کروماتید گفته میشه. پس هر کروموزوم در زمان تکثیر حجروی دو بازو پیدا میکنه چون دو برابر میشه. خب این دو بازو، هر بازوی از او کروماتید نام داره که این کروماتیدها در یک نقطه به یکدیگر متصل میشه به نام سنترومر. پس کروماتیدها در ناحیه سنترومر به یکدیگر میچسبن. از یک حجره در پایان ما دو حجره داریم با تعداد کروموزوم های مساوی و برابر. اما وقایع پروفاز، در مرحله پروفاز چه اتفاقاتی در داخل هسته میفته؟ خب جای زمان بر هست، اگه من یه پای تخته برای شما تشریح کنم وقت ما و شما زیاد گرفته میشه، از روی تصویر برای شما تشریح میکنیم. یک سلول مادری را در نظر بگیرید. غشای هسته از این مرحله به صورت نقطه چین گذاشته شده. یعنی چی نقطه چین؟ یعنی قشای هسته باید تکه تکه شود و ناپدید شود. چرا ناپدید بشه؟ چون که همه سنتروزوم یا سانتریول ها به این کروموزوم ها دسترسی پیدا کنند. حالا ما در داخل هسته کروموزوم داریم، به عنوان نمونه اینجا 4 کروموزوم کشیده، چون اگه 46 عدد ما میخواستیم در اینجا بکشیم تصویر بسیار بزرگ میشد. 44 عدد کروموزومه که این کروموزوم ها هر کدام دو بازو داره. شما ایره خوب به خوب میبینین. خب سنتریول ها یا سندروزوم ها هم دوتا شده و به دو قطب حجره میره. بین از اینا یک رشته هایی هست به نام رشته های دوک. رشته های دوک در حال پیدا شدن هسته. غشای هسته در حال ناپدید شدن هسته. سنتروزوم های دو برابر شده به دو قطب حجره میره، یکی به بالا و یکی به سمت پایین حرکت میکنه. حالا ما اینجا دیگه کروماتین نمیبینیم، اینجا ما دیگه کروموزوم داریم، چون که کوتاه شده، زخیم شده و در ناحیه سنترومر به یکدیگر چسبیده. اینا وقایع پروفازه. اما در مراحل میتافاز چه اتفاقی میفته؟ در مرحله میتافاز شما در مانیتور میبینید دیگه هیچ اثری از غشای هسته نیسته. غشای هسته به طور کامل چیکار شده؟ ناپدید شده. این غشای هسته حال دیگه ناپدید شده. رشته های دوک، این رشته های نازکی که از بالا و پایین حجره آمده، این رشته ها دوک نام داره که این رشته ها میایه و به کروماتید های کروموزوم ها میچسبه. در کدام ناحیه میچسبه؟ در ناحیه‌ای که بازوها به یکدیگر چسبیده بودن، یعنی در ناحیه سنترومر. یک رشته دوک از یک سمت و یک رشته دوک از سمت دیگه، از دو طرف در ناحیه سنترومر به کروموزوم ها، یعنی به رشته های شاخه های از اونا به نام کروماتید میچسبه. مشخصه و نکته کنکوری در اینجا به توجه به این تصویر ما و شما دوتا چی هسته؟ یکی قشای هسته به طور کامل ناپدید شده، یکی کروموزوم ها در وسط حجره ردیف شده. تمام کروموزوم ها دقیقا در استوای حجره، یعنی در وسط حجره ردیف میشه. حالا در مرحله آنافاز با کوتاه شدن رشته های دوک کروماتید ها از یکدیگه جدا میشه. این رشته های دوک خاصیت کشمانند داره. در ابتدا دراز شدن، رفتن به کروموزوم ها، به کروماتیداشون چسبیدن. حالا در مرحله آنافاز این رشته های دوک مانند یک کشی هست که کشیده میشه، کوتاه میشه، کروماتید ها را از یکدیگر جدا میکنه. همینجا به شما بگیم شاگردای خوب، خیلی از بیماری های ژنتیکی که اتفاق میفته مربوط به همین مرحله هستن. در رابطه با بیماری های ژنتیکی که معمولا امروزه در ازدواج های فامیلی بیشتر اون دیده میشه، زمانی هستش که این کروماتیدها از یکدیگر جدا نشه. مثال میزنم،
یک نمونه بیماری داریم به نام سندروم داون یا تریزومی 21، یعنی کروموزوم شماره 21 بدن مادر وقتی که رشته های دوکش کوتاه میشه این کروماتیدها را از همدیگه جدا نمیکنه، هر دوتا به یک طرف کنده میشه. پس ما و شما میتونیم پیش بینی کنیم که هر دو بازو به یک حجره میره و حجره دیگه از کروموزوم شماره 21 هیچی نداره. ای افرادی که سندروم داون دارن به جای 46 عدد کروموزوم اونها 47 عدد کروموزوم داره. خب چی میشه که این اتفاق میفته؟ چی میشه که در بدن مادر این رشته های دوک دیگه انرژی یا توانش کم هستن نمیتونه کروماتید ها رو جدا کنه؟ یکی از دلایلش بالا رفتن سن مادر هسته. دلایل زیادی هست که انشالله در سالهای بعد میخوانیم. خب در مرحله آنافاز گفته با کوتاه شدن رشته های دوک کروماتید ها از هم جدا میشه و به دو قطب حجره میره، بالا و پایین، هر کدام یک بازو از کروموزوم دریافت کرده. مرحله آخر که به نام تیلوفاز یاد میشه شما میبینید که قشای هسته دوباره نقطه چین پیدا کرده، ای در حال به وجود آمدنه. پس ما دو جای قشای هسته رو نقطه چین داریم. سوال کنکور، یکی در مرحله پروفازه و یکی در مرحله تیلوفازه. از کجا بفهمیم که پروفازه یا میتافازه؟ از این فرو رفتگیه که در اینجا مشخصه. این در همزمان با تقسیم شدن هسته سایتوپلازم هم یک شکاف پیدا میکنه که این دوتا حجره را از یک دیگر جدا کنه، ولی در مرحله پروفاز ما شکافی در سایتوپلازم مشاهده نمی کنیم. جزئیات این تقسیم سایتوپلازم مربوط جلسه بعد خواهد بود. خب قشای هسته به صورت نقطه چین در حال به وجود آمدنه. میبینین که یک حجره به سمت راست داره جدا میشه و یک حجره به سمت چپ. هر کدام از اینا یک دانه یا یک جفت سنتروزوم یا سانتریول داره. یکیش به یک حجره، یکی به یک حجره. رشته های دوک که از سنتروزوم ها به وجود آمده بودن حال اونها هم در حال ناپدید شدنه. وقایع مرحله تیلوفاز بجز همین شکاف سایتوپلازم همش برعکس مرحله پروفازه. اونجا قشا در حال ناپدید شدن بود، اینجا قشا در حال به وجود آمدنه. اونجا رشته های دوک در حال به وجود آمدن بود، اینجا رشته های دوک در حال ناپدید شدن هسته. خب کروماتید های جدا شده هم که به دو قطب رفته، قشا هم دارای فرو رفتگی میشه. شما میبینید که از هر کروموزومی که ما به شما در مرحله باز شکلش برای شما بیارم که در مرحله پروفاز برای شما گفتم، هر کروموزوم دو بازو داشت. حالا در مرحله تیلوفاز هر کروموزوم ما دارای یک بازو هسته. یک بازوش به یک حجره و یک بازوش به یک حجره دیگه منتقل شده. این مراحل تقسیم تیلوفاز بود. شاگردای خوب، انشالله که مراحل تقسیم میتوسیس به خوبی یاد گرفته باشید. اما یک بار دیگه در پای تخته ما برای شما ساختار یک کروموزوم دوباره میکشم و بازوهاش برای شما معرفی میکنیم، چون این در اسلاید کامل مشخص نیست، اما این را به صورت واضح برای شما نشان میدم. خب شاگردای خوب، این یک حجره هست که در مراحل غیر از تقسیم ای کروماتین بود. همی کروماتین در هنگام تقسیم هسته تبدیل به یک شکل دیگه به نام کروموزوم میشه. کروموزوم ها دو تا بازو داره. ای کروموزوم ها هر بازوی از او هر دو در یک نقطه به نام سنترومر به یک دیگر میچسبند. دو بازوی متفاوت کروموزوم به دو رنگ متفاوت ما برای شما نشان دادیم. به هر کدام از اینها هم کروماتید خواهری گفته میشه. ربطی به جنسیت نداره، چون که این دوتا همیشه در کنار یکدیگر هستن. کروماتید خواهری. این یک کروموزوم بود. خب شاگردای خوب، خسته نباشید. درس امروز ما و شما بسیار مهم بود. انشاءالله که به خوبی خوب گوش کرده باشید و خوب یاد گرفته باشید. تا جلسه بعدی همه شما شاگردای خوب و عزیزم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.